به نام خدا، اولین جلسه از جلسات آموزش سیستم پروسس میکر رو با هم دیگه شروع میکنیم. در این جلسه ابتدا به معرفی نرم افزار پروسس میکر میپردازیم و بعد از اون این نرم افزار رو دانلود خواهیم کرد و بعد از دانلود شروع میکنیم به نصب کردن. نصب کردن نرم افزار پروسس میکر توی حالتهای مختلفی ممکنه اتفاق بیفته. ممکنه بخواید روی سرور لینوکسی نصب بکنید، ممکنه بخواید ویندوزی نصب بکنید، ممکنه بخواید به صورت یه ویندوز تک کاربره نصب بکنید که یک نفر ازش استفاده کنه، ممکنه بخواید روی IIS نصب بکنید که چندین کاربر استفاده بکنن. تمامی اینها در وبسایت خود پروسس میکر به صورت یوزر منوال و آموزش‌های تصویری ارائه شده و ما اینجا صرفاً یک اپلیکیشن ویندوزیش رو دانلود و نصب خواهیم کرد تا بیشتر به خود نرم افزار پروسس میکر بپردازیم. این که روش نصبش روی لینوکس بشه ترتیب هست، شاید در کلیپ‌های بعدی بعدها آموزش بدم، ولی اینجا صرفاً هدف ما اینه که یک بستری رو آماده بکنیم که پروسس میکر آماده باشه و ما بتونیم از اون به عنوان یک کاربر استفاده بکنیم. برای دانلود پروسس میکر میتونید از مرورگرهای وب استفاده کنید. بیایید در داخل بستر اینترنت دانلود پروسس میکر رو سرچ بکنید. هم از سایت خود پروسس میکر میتونید اون رو دانلود بکنید، هم یه سری سایت های دیگه هم هستند که سورس های نرم افزار های اوپن سورس رو ارائه می کنن، می تونید از اونها هم برای دانلود استفاده بکنید. برای مثال این سایتی که می بینید، اگر من اینجا دانلود رو کلیک بکنم یه چند ثانیه ای طول می کشه و بعد شروع آخرین نسخه دانلود پروسس میکر رو خواهیم داشت. ببینید الان 2 ثانیه 1 ثانیه و بعد شروع میشه پروسس میکر برای من که حجمش 146 مگ هست دانلود بشه. حالا من اینو کنسل میکنم چون قبلا دانلود کردم و دارم. پس به این ترتیب به راحتی میتونید پروسس میکر رو از سایت هایی که سورس ارائه میدن یا خود سایت پروسس میکر دانلود بکنید. دقت بکنید که اگر بخواید از سایت پروسس میکر دانلود رو انجام بدید، یه سری مشخصات از شما میگیره، بعد اجازه دانلود رو به شما میده. نام خانوادگی، ایمیلتون، شماره تلفنتون، اسم شرکتتون و یه سری اطلاعات شامل همین، بعد اجازه دانلود رو به شما خواهد داد. خب من این نرم افزار رو از قبل دانلود کردم و دقت بکنید که نصب این نرم افزار روی ویندوز به صورت یک ویزارد خیلی خیلی ساده است و با توجه به نسخه ویندوز شما که 32 بیتی یا 64 بیتی هست، خودش انتخاب میکنه که کدوم نسخه رو نصب بکنه. من اینجا پروسس میکر برای لینوکس رو هم دانلود کردم، بنابراین هیچ محدودیتی در مورد دانلود برای نسخه های ویندوزی یا لینوکسی وجود نداره. خیلی راحت میتونید اونها رو از اینترنت بگیرید. اما برای نصبش، بعد از اینکه فایل رو دانلود کردید، اجازه بدید من نصب رو روی ویندوز 10 براتون توضیح بدم. من این فایل دانلودی رو میبرم روی یک ویندوز 10 خام، چون روی اون ویندوز 7 هم از قبل نصب شده و وجود داره. من روی ویندوز 10 که 64 بیتی هست، میبینید که به راحتی پروسس میکر رو نصب خواهم کرد و بعد پروسس میکر میاد بالا و ما شروع میکنیم به استفاده کردن از اون. فایل اجرایی رو داخل یا دسکتاپ یا یکی از پارتیشن ها کپی میکنیم و سپس اجرا میکنیم. یک ویزارد مثل تمامی برنامه های نصبی ویندوز برای ما ظاهر میشه که شامل خوشامدگویی، پیغام موافقت لایسنس و موارد این چنینی هست. اونها رو نکس میزنیم، یه سری جاهای سری اطلاعاتی از ما میخواد، اونها رو وارد میکنیم و در نهایت پروسس میکر برای ما نصب میشه. خب اجازه بدید که نصب رو با هم دیگه شروع بکنیم. این فایل نصبی پروسس میکر هست، من روش دبل کلیک میکنم. ویندوز ما ویندوز 10 و 64 بیتی است. چند ثانیه طول می کشه، حالا بسته به رم و
سی پی یو که دارید چند ثانیه طول میکشه تا صفحه اولیه نصب پروسس میکر برای شما ظاهر بشه. تو این فاصله اجازه بدید من ویندوز خودم رو هم به شما نشون بدم. بله، ویندوز من 64 بیتی هست، 4 گیگ رم دارم و این هم سی پی یو من. پس ویندوز 10 64 بیتی. بسیار، صفحه اولیه ستاب نصب پروسس میکر نیکست میگه که پروسس میکر رو میخوای یا پی اچ می بای ادمین رو هم میخوای نصب بشه. ما هر دوتاش به صورت پیشفرض تیک خورده، چون پی اچ بی مای ادمین رو برای اینکه مدیریت پایگاه داده رو انجام بدیم لازم داریم، پس حتما تیکش رو میزنیم که اون رو هم نصب بکنه. اینجا مسیر نصب رو از ما میخواست که میتونید بسته به پارتیشن هایی که دارید مسیر نصب رو عوض بکنید. یه نکته داخل پرانتز هم بگم که من نسخه 3 2 و 1 رو دارم نصب میکنم. نکست. اطلاعاتی که برای ورود به پروسس میکر لازم داریم رو اینجا از ما میخواد. من یک نام انتخاب میکنم، میگه که یوزرنیم شما، من یوزرنیم رو پیمان هوشچین انتخاب میکنم، یک ایمیل در نظر میگیرم برای ثبت نامم، یوزرنیم ورودم به صورت پیشفرض ادمین هست، یک پسورد ترجیحاً سکیور براش در نظر بگیرید. اینجا چون من به صورت آموزشی دارم کار انجام میدم، پسورد 1-6 رو براش در نظر میگیرم که یک پسورد ساده است. پورت پیشفرض برای نصب پروسس میکر پورت 80 هست. دقت کنید اگر نرم افزار دیگری دارید که پورت 80 شما رو مسدود کرده و شما نمیتونید از پورت 80 استفاده کنید، میتونید این پورت رو عوض بکنید و پورت دیگری رو به جاش بزنید. پورت 80 بعضی جاها با نرم افزارهایی اشغال شده و شما نمیتونید از پورت 80 استفاده کنید. برای همین میتونید اینو بکنید 81 82 پورت نمیدونم 80 80 پورت 9000 پورت 7000 یا هر چیز دیگه. من این رو عوض نمیکنم، اجازه میدم پورت 80 بمونه، چون ویندوزم خامه و نرم افزار دیگه‌ای روش نصب نیست که پورت 80 هم اشغال باشه. فقط این نکته رو توضیح میدم که میتونید این پورت رو عوض بکنید، 81 82 هر پورت دیگه. نکست. پورت SSL. پورت SSL همونطور که میدونید به صورت پیشفرض 443 هست. باز میتونید این پورت رو عوض بکنید، فقط یادتون باشه که هر پورتی که اینجا میزنید رو خاطرتون باشه که موقع استفاده کردن از اون بتونید ازش استفاده کنید و بدونید چه پورتی رو برای SSL در نظر گرفتید. من باز برای SSL هم پورت پیشفرض 443 رو در نظر میگیرم. نکست رو میزنم. میگه که شما از میل سرور استفاده خواهید کرد، آیا میخواید میل سرورتون رو همین الان کانفیگ بکنید یا نه؟ اگر این تیک رو بزنید تنظیمات مربوط به کانفیگ میل سرور، حالا به صورت جیمیل یا به صورت کاستم که ادامه بدید، نمیدونم آدرس های میل سرورتون رو بزنید، برای شما فعال خواهد شد. من این رو فعلا انجام نمیدم چون فعلا لازم نداریم، بعدها اگر خواستیم میتونیم اضافه بکنیم تنظیمات ایمیل رو. میگه که به صورت پردازش ابری میخواید پروسس میکر برای شما فعال بشه. پیش فرض تیک خورده، من راجع به این بحث در ادامه توضیح خواهم داد. تیک پیش فرض رو بر نمیدارم، اجازه میدم که همینطور ادامه پیدا بکنه، ولی راجع به این که این اصلا چه امکانی رو برای ما فراهم میکنه و چه تکنولوژی هست بعداً صحبت خواهم کرد. نیست و شروع میکنه به نصب پروسس میکر. خب حالا چند ثانیه ای طول میکشه، چند دقیقه ای طول میکشه تا نصب پروسس میکر انجام بشه. این وسط یه سری ابزارهایی رو که پروسس میکر لازم داره خودش نصب خواهد کرد.
انتخابم کردیم که مرورگر پیشفرزمون مرورگر اینترنت اکسپلورر باشه، چون غیر از مرورگر اینترنت اکسپلورر مرورگر دیگه ای اصلا نداریم که بخوایم استفاده بکنیم، بنابراین همون اینترنت اکسپلورر باشه. ولی پیشنهاد میکنیم اگر مرورگر دیگری روی سیستم شما مثل مرورگر گوگل کروم یا فایرفاکس نصب هست از اونها استفاده کنید. حالا منتظر میشیم تا ببینیم که نرم افزار پروسس میکر توی مراحل نصب چه سوالهای دیگه ای از ما خواهد پرسید تا مراحل نصب به اتمام برسه. من منتظر میشم تا پروسس میکر مراحل نصبش ادامه پیدا کنه. خب اینجا یک پیغامی ظاهر شده مبنی بر این که ویندوز فایروال به آپاچی HTTP سرور اجازه فعالیت بده. ما الو رو میزنیم، یعنی به فایروال میگیم که آپاچی سرور ما اجازه فعالیت داره تا مشکلی برای اجرای آپاچی سرور آپاچی پیش نیاد. خب مراحل نصب تقریبا دیگه داره تموم میشه. یه مراحل انتهایی نصب هست که داره دیتابیس، همونطور که میبینید داره دیتابیس پروسس میکر رو میسازه. این مراحل که به اتمام رسید یک منوی ظاهر خواهد شد که ما با استفاده از اون منو به پروسس میکر دسترسی پیدا خواهیم کرد. اجازه بدید تا مراحل تموم بشه. خب در این مرحله مراحل نصب پروسس میکر تموم شده و یه اطلاعات کلی راجع به نصب ما میده. نکست رو میزنیم و میگه که مراحل نصب تموم شد و شما الان میتونید پروسس میکر رو لانچ بکنید. به محض اینکه فینیش رو بزنیم یک مرورگر باز میشه و در اون مرورگر برای ما به صورت لوکالی پروسس میکر بالا خواهد اومد.